ما میشیم با آتروسکی صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس. خانم صادقی سلام میکنم به شما. یک صحبت‌های این عضو سیاسی گروه شبه نظامی هشت شبی از هماهنگی گروه با تهران برای پاسخ به حملات اسرائیل خبر داده. این گفته‌ها به معنای درگیری این گروه در جنگ با اسرائیله؟ ببینید، این صحبت‌های علامی تازه نیست. ایشون سه هفته پیش تقریبا در یک بیانیه رسمی گفته بود که مقاومت اسلامی در عراق، یعنی گروهی که به ادعای خودشون تا همین الان بیش از 300 بار به اسرائیل حمله کردن، اونها تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند. یک هفته بعد از این اظهارات دبیر کل این جنبش یعنی اکرم الکعبی یک بیانیه داد و گفتش که همه ما مسلح خواهیم شد، به سمت غزه و لبنان میریم. در نتیجه این اظهارات، اظهارات جدیدی نیست با توجه به اینکه ما بیانیه‌های حزب الله عراق رو هم داشتیم در روزهای گذشته یا هفته‌های گذشته و کتایب سید الشهدا سخنگوی اونها در هفته‌های گذشته یه چند بار به سوال‌های ما پاسخ داد و یک سری اطلاعات رو در رابطه با موضع خودشون مشخص کردن. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که در واقع اگر بگیم این گروه‌ها تایید بکنیم این اظهارات خودشون رو، باید اشاره بکنیم به این گزارشی که رویترز هم منتشر کرده، اینکه در دو ماه گذشته دو بار مقامات دولت عراق به تهران سفر کردند، از جمهوری اسلامی ایران خواستند که گروه‌های مسلح رو در عراق کنترل بکنه که آتش جنگ گسترده‌تر نشه. طبق این گزارش که چهار منبع در حزب الله عراق، همین جنبش نجبا و دو منبع دیگه برای رویترز تایید کردن، گفتن که پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به مقامات بغداد بسیار استقبالی سرد بوده و گفتن که گروه‌های مسلح عراقی مستقل هستند در رابطه با تصمیم گیری خودشون برای اینکه چطور به غزه و یا به لبنان کمک بکنن. این یعنی که بله، این محور مقاومت یا دیدگاه‌های شیعی در عراق تقسیم شده و جناهایی که تندروتر هستن در واقع همسو با جمهوری اسلامی ایران دارن بازی میکنن و خود ادعای اونها در هر دو این گزارش های مختلف داره این رو تایید میکنه که اونها به نفع جمهوری اسلامی در این بین دارن حرکت میکنن. خانم صادقی، با این وجود تبعات همکاری این گروه با جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل چه تبعاتی میتونه برای عراق داشته باشه؟ فکر میکنید واکنش دولت عراق چگونه باشه؟ این رو فراموش نکنیم که در عراق دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. اکثریت جریان‌های سیاسی شیعی مخالف این هستند که وارد این درگیری‌ها بشن. مسئله دیگری که وجود داره، دولت تحت فشاره. همین امروز دولت متخلف عنوان شده، یعنی فراکسیون هایی که وابسته به این گروه ها هستن، اکثریت هستن در پارلمان، اونها یک نامه نارضایتی و به اصطلاح دولت رو زیر سوال بردن، یک سری سوالات از نخست وزیر، از وزارت دفاع و وزارت خارجه کردن. هنوز پاسخ دولت به سوالای اونها منتشر نشده. از طرف دیگه دولت نگران هستش این آتش بسی که وجود داره در بین آمریکایی ها با گروه های مسلح شکسته بشه. اما اگر گروه های مسلح عراقی در حال حاضر که همچنان نو دارن حملات خودشون رو ادامه میدن، اگر همسو با جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حمله بکنند به اسرائیل، دو مسئله وجود داره، دو نکته. یکی اینکه آمریکا میتونه به اسرائیل کمک بکنه با استفاده از پدافندهایی که داره، رهگیری بکنه، احتمالاً موشک‌ها یا پهپادهایی که از سمت عراق به اسرائیل پرتاب بشن، یا اینکه اگر این گروه‌ها بخوان به آمریکایی‌ها که تا این لحظه، یعنی بعد از آخرین حمله‌ای که به عین الاسد داشتند و 7 پرسنل و پیمانکار زخمی شدند و با تلاش دولت عراق آمریکا جواب نداد، اگر بخوان به آمریکایی‌ها در داخل عراق حمله بکنن، مسلماً آمریکا به مانند بهار گذشته به اونها پاسخ خواهد داد و رهبران میدانی اونها رو هدف قرار خواهد داد و 10 پایگاه اصلی اونها در عراق وجود داره که بسیار آسان خواهد بود چه آمریکایی ها به اونها حمله بکنن، چه اسرائیل این بار بخواد وارد حریم هوایی عراق بشه برای اینکه به عراقی ها، به گروه های مسلح عراقی حمله بکنه. خانم صادقی بسیار ممنونم از توضیحاتت.